بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دانش آموزای عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم. امروز گفتار 3 رو تموم میکنیم، در مجموع فصل 2 رو امروز تموم میکنیم. بحثایی که خدمتون میگم تنظیم بیان ژن در یاخته یوکاریوتور کامل مفصل با تمام نکاتش خدمتون میگم و در نهایت هم توی یه جدول تنظیم بیان ژن در یوکاریوتی و پروکاریوتی با هم مقایسه میکنیم. بریم بچه‌ها شروع بکنیم تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها. آقا داستان یوکاریوت‌ها چه جوری تنظیم بیان ژن شد؟ بریم با هم بررسی بکنیم. خوب گوش کن، یه سری واژه‌های خیلی مهمم داره، اونا قشنگ می‌کشیم برو موکشکافی می‌کنیم با هم صحبت می‌کنیم. حواست فقط اینجا باشه. تنظیم بیان ژن بچه‌ها تو یوکاریوت‌ها پیچیده‌تر از پروکاریوت‌هاست. چرا آقا؟ الان برات توضیح میدم. و می‌تواند در مراحل بیشتری انجام بشه. چرا پیچیده‌تره؟ به خاطر اینکه بچه‌ها یاخت‌های یوکاریوتی به وسیله قشاها به بخش‌های مختلفی تقسیم شدن. برای همین اگر یاخته بخواد نسبت به یه ماده واکنش نشون بده، باید این عوامل از به طریقی از قشاها عبور کنن و ژن‌ها رو تحت تاثیر قرار بدن. آقا این بنگلادشی توضیح داد، من نفهمیدم دوستان. الان برات توضیح میدم. اطلاعاتی هم میخوام بهت بدم اتفاقا که تو بلدشی. فقط کتابشو هم به قول خودت بنگلادشی توضیح داد، الان متوجه شدی. الان برات توضیح بدم قشنگ برات جمع. چرا پیچیده تره؟ یادت از دهم یاز قشنگ داری گوش میکنی؟ یادت از دهم یازدهم با هم صحبت میکردیم، گفتم آقا در یوکاریوت ها ما اندامک های قشادار داریم که تو پروکاریوت بذارینم بذارم اینجا قشنگ از دو تا دست هم استفاده کن. آقا ما تو یوکاریوت ها اندامک های قشادار داریم، تو پروکاریوت ها اندامک های قشادار نداریم. بلدی دیگه، میدونستی درسته. از همون دهم یازدهم هم بهتون گفتم بچه ها تو پروکاریوت ها که حکم اون قطعیه، از من بپرسن آقا دی ان ای در کجای اون یاخته پروکاریوتی، میگم بنده خدا دی ان ایش که به صورت حلقوی هم هست کف سیتوپلاسم انداخته میشه، انداخته میشه کف سیتوپلاسم. البته گفتم داخل پکت به اون ناحیه اصطلاحاً تو مقالات میگن ناحیه نوکلویدی، ولی اونم بخش از همون سیتوپلاسم میگن انداختیم کف، یعنی جای اینجوری نیست که مثلا قشای ان، نه همین انداختیم سیتوپلاسم. اما در یاخته یوکاریوتی نه، سوال میکنن به من میگن آقا دی ان ای یاخته یوکاریوتی کجای؟ میگم خب اسخای میگم دی ان ای خطی مد نظرت یا دی ان ای حلقوی؟ میگه آقا دی ان ای حلقوی. خب دی ان ای حلقوی تو میدونید دیگه اینو، میتوکندری کلورپلاست پلاست ها مثلا هم کلورپلاست تو اونجاست، دی ان ای حلقوی داره. دی ان ای خطی چه جوری آقا؟ گفتم دی ان ای خطی تو هست است، اینا رو همه رو بلد بود غیر اینه. حالا اینی که کتاب داره بهت میگه اینو میگه واژه ژن ها بچا دیگه، چون صحبتمون کلا تو مبانی ژنی رو ژن داریم هی صحبت میکنیم دیگه، برای همین وقتی تو تستا میگن ژن، آقا مثلا فرض کن از من اینجوری بپرسن ژن ها کجا یاخته پروکاریوتیه، چه فرقی میکنه مثلا اون که از من پرسید دی ان ای؟ چون ژن ها بخش از همون دی ان ای است دیگه. حالا اینوری ازت میپرسم آقا ژن ها کجا یاخته پروکاریوتی؟ کف سیتوپلازم. اینجوری هم میتونه بپرسه. برای حالا اینجا شما دیگه ما ریستر صحبت کردیم دیگه، اینجا داریم میگه ژن ها. حالا تو که دمت انقدر گرمه همه اینا رو هم بلد بودی، من یه سوالی ازت میپرسم. دیدی دی ان ایت که واگن هاش اومدیم نامگذاری کردیم گفتیم ژن، دیدی این ژن ها در یاخته یوکاریوتی تو چی میدیدیش؟ تو اندامک دیدی؟ اندامک های که چی بودن؟ قشا دارن. تو ژن کف سیتوپلاسم نمیدیدی که، یا تو هستت بود یا تو میتوکندری، از اون برم بهتون گفتم پلاستا که میگی مثل کلورپلاست یادتونه، که البته چه حالا داستان داشتیم دیگه که حالا این پوشش هسته آقا میتونه مثلا ناپدید بشه. ما آره تو بحث تقسیم های هسته یادتون میگه ما هم صحبت کردیم، اونجا یه بحث جداگانه است که الان پوشش هسته رو میبریم و داستان داریم و کروموزوم و فلان، مگه نه در حالت عادی سلول دارم با هم صحبت میکنیم. قبول دارید اینو؟ برای همین بچه ها اصطلاحا تو تستا واژه محصور رو میبینی. محصور چون بچه ها میپرسن آقا محصور یعنی چی؟ یعنی همین، مثلا میگه دی ان ای خطی، گوش کن، دی ان ای خطی در یوکاریوت توسط دو قشا محصور شده، احاطه شده. آقا درسته؟ راست میگه، چون هسته دو قشا است، چهار لایه فسفولیپیدیه. میگه دی ان ای خطی در یاخته یوکاریوتی توسط چهار لایه فسفولیپیدی احاطه شده، محصور شده. خب راست میگه. حالا تست قشنگتر بگم اینجوری، به طور کلی همواره داره حکم قطعی میکنه، به طور کلی همواره ژن ها، ببین رفرون ریستر بخواد بگید، ژن ها در یاخته یوکاریوتی توسط چهار لایه فسفولیپیدی احاطه شدن. درستی یا غلطه؟ قطعا درست. راست میگه. آقا نعیمت برام مشخص کنه این ژن ها بخش کدوم دی ان ای، دی ان ای خطی من یا دی، فرقی نمیکنه.
فرض کن دی ان ای حلقوی، مگه میتوکندری دوباره اونم دو قشره نبود چالای فسفولی بود کلورپلاست؟ مگه اون دو قشره نبود اونم؟ حالا ان شاءالله بچه‌ها هر کدوم از اینا که حالا مثلا اینجا براتون فارسیش کرده راکیزه، هم میتوکندری است. دیسا که میگه دیسا پلاست ها رو بچه دهم انواع اونا رو با هم صحبت کرده بود دیگه. و صحبت اصلی اون بچه تو دیسه ها کلورپلاسته که انشالله با امید خدا خودشون مفصل جلوتر با هم صحبت میکنم و مفاهیمش دونه بدونه با هم بررسی میکنم. ولی اینو میخوام بگم، این هم که تو میدونی دو قشره هست. بس دیدی بچه در یاخته یوکاریوتی، این نکته مهم بودا، در یاخته یوکاریوتی کلن ژنت که میخواد، حالا این ژنهای تو بخش دی ان ای خطیت میخواد باشه یا اصلا میخواد دی ان ای حلقوی باشه، کلن دی ان ای تو در یاخته یوکاریوت توسط چهار لایه فسفولیپیدی محصور شده، توسط دو قشا محصور شده، یا اون دی ان ای خطی تو هست است که هست دو قشا است، یا اون دی ان ای حلقویه که در سیتوپلاسم تو میتوکندری کلورپلاست که اینا هم دو قشا است. پس اینو میتونه بگه همواره ها، اینو حواست باشه ها. خب این هم که بلد بودید، حالا دیگه اینو متوجه میشی متن بنگلادشی کتابو، حالا متوجه میشه داره بهت میگه چون بچه ها پیچیده تره، به خاطر اینکه اگر یه ماده ای میخواست ژنیو تحت تر، چون ژنه میخواست، ژنها پاسخ میدادن دیگه، فرمانده بودن دیگه، آقا این کارو کن این فلان کنه، تو پارو که کف سیتوپلاسمه، بنده خدا نشون کف سیتوپلاسمه، اما تو یوکاریوت اینجوری نیست، باید به طریق از این قشا، به به قشا ها، قشا ها نه یه قشا، چون چه ببین آشغال ننوشته متکات اینا مهمه، این های مهمه، قشا ها عبور کنه، خود اصلا اومد تو سیتوپلاس، آقا چند تا قشا باید عبور کنه این؟ اگه میخواد دی ان ای خطیت باشه دو تا قشا میخواد میتوکندری اونا، اونا هم دو تا قشا، یعنی از خود همونا خودشون دو تا قشا برای خود، برای همین حال داره بهت میگه. ولی در مجموع خب اینو بهت میگم، برای همین کار سخت تره، هی بعد رد کنه فلان، مثلا فرض کن مثال میگم ها، یه جا میخوای بری کلا یه گیت داری رد میشی میری، یه جا ها 5 تا گیت گذاشته، این میگرده اون میگه، خب پدر آدم پدر صاحب آدم در میاد دیگه رد میشه، برای همین پیچیده تره. حالا الان من متن رو بخونم الان قشنگ تر برات جا میفته، ناگهان الان راحت تر متوجهش میشی. یاختای یوکاریوتی به وسیله قشه ها به بخش های مختلفی تقسیم شدن، چون اندامکای قشادار داره دیگه، بنابراین اگر یاخته بخواد نسبت به یه ماده واکنششون بده، باید این اول به طریق از این قشا ها عبور کنه تا بتونه ژن، تا برسه به اون ژن هایی که تو اون اندامک ها محصور شدن توسط اون قشا ها، دو قشا دیگه چه میخواد میتونه بشه، چه کلورپلاست بشه، اون قشا هست باشه تحت تاثیر، تا این پاسخو بده. در اینا با من داریم میای جلو، خوب گوش کن. در یاخته یوکاریوتی، آها اینجا بچا میرسیم به قید. تا اونجا ما دسته‌بندی اونجوری بود، گفتیم در یاخته یوکاریوتی دی ان ای رو دو دسته می‌کنیم، دی ان ای خطی در هسته، دی ان ای حلقوی در سیتوپلازم. یادتونه بچه‌ها دسته‌بندی هم می‌کردیم دیگه، تو سیتوپلازم کجاهام بودن؟ تو سیتوپلازم که میگیم نه کف سیتو، تو میتوکندری، تو کلورپلازم. خب این دسته‌بندی رو می‌دونست درسته؟ از 12ام از اینجا بچه‌ها دیگه قیدش هم کتاب به یاد میده چی؟ در یاخته یوکاریوتی کل یاخته رو در نظر بگیر، بیشتر اگه بخوایم همه ژن‌هاشو بیاریم بیرون، چه ژن‌هایی که مربوط به دی ان ای خطی تو هستش، چه مربوط دی ان ای حلقویش، همه رو بیاری بیرون، میگه بیشترشون که آوردی بیرون اینا همون هسته‌ایان خطیان، برخیشون بعض این بیشتر رو میتونه بگه اغلب، بیشتر اغلب این زیرش خط بکش بالاش مثلا اغلب هم میتونه تو تستا بگه، برخی بعضی تو راکیزه میتوکندری دیسه ها همون مثل کلورپلاست قرار دارن، خودمونیش یعنی این. پس بچه حالا این دسته بندی تو یک قیدم براش یاد بگیر که بیشتر ژن‌های یوکاریوتی بیشترشون تو دی ان ای خطی قرار دارن، برخی ژن‌هایی که تو یاخته یوکاریوتی ها، برخی بعضیشون تو دی ان ای حلقوی دیده میشن، دی ان ای حلقوی کجا؟ همون حلقوی سیتوپلاسمی که در میتوکندری، پس اونا جزء کل اون خانواده حلقوی سیتوپلاسمیشون میگیم برخی هن، یعنی کلشون رو بچه اگه یاخته یوکاریوتی کلی من بیارم بیرون، مثلا فرض کن این مثال میخوام بزنم تو ذهنت بشین، فرض کن من آوردم بیرون کلن یه یاخته یوکاریوتی همه ژناشو آوردم بیرون 100 تا ژن داشت مثلا کلن، چه تو هستش و چه تو یاخته هم مثل سیتوپلاسم یاختم مثلا اون میتوکنه کن، همه رو آوردم بیرون 100 تا ژن بود، از این 100 تا چه سیستمش اینجوری 70 80 تاش جزو همون ژن هایی که تو دی ان ای خطی بودنه، 20 تاش 30 تاش جزو همون ژن هایی که جزو اون بخش دی ان ای حلقوی بودن، یعنی چی؟ یعنی بیشترشون، بیشتر این ژن ها مربوط به همون هسته خطی ان، برخی بعضی جزو همون راکیزه
دیسه ها یا همون دی ان ای حلقوی. پس قیداش هم دیگه از الان یاد گرفتی مهم، یعنی با قیداش دیگه میتونه بهت کد بده، تا الان میتونه از چند جهت بهت کد بده، از طریق مثلا خطی حلقوی، از طریق، ولی بچه این که بگه مثلا بگه ژن‌های درون اندامکی دو قشایه برای من کد نشد، تو یاخته یوکاریوتی برای من کد نشد که تو دو هسته باشه، میتونه میتوکنه باشه، میتونه کلوروپلاس باشه، اما خطی حلقوی بگه کده، بیشترش اینجوری دیگه برای من کده، بیشتر ژن‌های، بیشتر ژن‌ها در یاخته یوکاریوتی میگه، خب بیشتر اغلب داره میگه جزء خانواده خطیه است، برخی بعضی میگه آها میام اینوره، ببین اینا دیگه خودش میشه قید. حالا در هر یک از این محل‌ها یاخته میتواند به بیان ژن نظارت داشته باشه. به به، زیر محل‌ها، اینم جمله قشنگه، اینم باز کنیم یکم صحبت کنیم. آقا من تو حسه دی ان ای دارم، آره دی ان ای خطی، دی ان ای هم گفتم بخشش بهش میگیم ژن واگوناش، آره که بیشتر ژن‌ها هستن یاخته یوکاریوت تو هستش. خب یه برخی بعضی ژن‌ها هم هست که بخش از اون دی ان ای حلقوی ده، اون کجاست؟ تو سیتوپلاسم و اندامکای مثل میتوکوندری و کلروپلاست. خب آقا یه سوال، ما صحبت چند جلسه داریم صحبت کنم اصلا گفتارمون تنظیم بیان ژنه، جایی که ژن هست آیا نمیخوایم تنظیمش کنیم؟ چرا؟ تنظیم بیان ژن خیلی مهمه، بیان شدنش نشدنش با تنظیم میشه. پس آقا من هر جا که ژن دارم تنظیم بیان ژنم میتونم ببینم دیگه، آره. پس من میتونم درونه میتونم، آره سیتو، پس ببین بچه این محل ها، مثلا همین محل ها یعنی هم هستد، هم میتوکندری، هم میتونه تو همون کلروپلاست باشه، محل ها ژن داری، تنظیم بیان ژن داری. نکته قشنگ ترش همینه، آقا ما شروع کردیم داشت میگفت، داشت مثلا قربون صدقه پر... این یوکاریوتی میرم میگفت پروکاریوتی آشغال بود، اینا پیچیده تر هم مثلا مشتی تر هم اینا، یا اینجا هم یه داخل پاکت یه چیزی گفت داره در علاوه بیشتر انجام میشه و داره، این یعنی چی؟ مرور بیشتر یعنی چی؟ یعنی این بچه ها ببینید، در یوکاریوتی که دمش خیلی گرمه تنظیم بیان ژن قبل رونویسی میتونی ببینی، حین رونویسی میتونی ببینی، بعد از رونویسی میتونی ببینی، ترجمه میتونی ببینی، حتی پس از ترجمه هم میتونی ببینی. مراحل بیشتر سیستم خیلی تنظیمه. آقا پس از ترجمه، آره الان با تو صحبت میکنم نکته شو بهت میگم، حتی پس از آقا اینو الان بهم میگی، آره دیگه خیلی الان فکر کنم برات، پس از ترجمه که چجوری یعنی مثلا دوستان پس از آره یادتونه بچه ها ترکیب، یادتونه دهم با هم صحبت میکردیم پپسینوژن، پپسینوژن یادتونه بس معده بهتون میگفتم، یادتونه خدا وکیلی یادتونه دیگه، حسابی خوندید دیگه، سلول های اصلی فلان با هم صحبت کرده بودیم که اونها آنزیم ها که بتونم گفتم پروتئاز ها، دارم مرور میکنم حیف این نکته شد به اونها پروتئاز ها و لیپاز، این لیپاز هم حواست باشه میساختن این لیپاز ها، تو پروتئاز ها گفتیم حالا پیستازشون پپسینوژن که اون های سی ال اسید کلوریدریک اسید که داشت، گفتم فاکتور داخلی با فاکتور داخلی جفتشون، فاکتور داخلی و کلوریدریک اسید جفتشون بنده کناری، اینا همه که دارن گفتم اینا یه خانواده سلو کناریه بنده خدا اینا رو میسام، فاکتور داخلی که بادیگارد دیگه مرور کردیم گفارش، فاکتور داخلی که بنده خدا گلیکوپروتئین بود جنسش، بادیگارد ویتامین B12 بود چون برای بحث خون و اینا نیازش داشتیم، خون سازی اینا مغز قرمز و استخوان، کلوریدریک اسید همون های سی ال که اسید معده هست اثر میکرد برای اون واکنش تبدیل پپسینوژن که غیر فعال بود تبدیل شد به پپسین پروتئازی فعال، که خود این پپسین هم داخل پاکت بهتون میگم خود اینم تاثیر میذوش برای این واکنش، یعنی هم اسید معدمون داشت به این واکنش اثر می‌ذاشت که پپسینوژن بشه پپسین و خود همین پپسین ها میتونستن اثر بذارن که این واکنش انجام بشه و پپسین هم اینم باز مرور کنم براتون یادتون بمونه بچا، پپسین هم گوارشش ناقص انجام می‌شد، پروتئین ها رو آمینو اسید نمی‌کرد، پلیمر و مونومر نمی‌کرد، پپتید های کوچک کتابا خوشگل بود، پپتید های کوچک می‌کرد علای برای اسنشر 12 میگفتیم که گوارش نهایی فلان یادتونه اونجا بود که حالا کاری ندارم اینو میخوام، اونجا پپسینوژن رو یادته چی بود اون؟ ما پیشساز میگفتیم این پروتئاز فعال اون که پپسینه کار میکرد؟ نه غیر فعال بود، اسید معده میزد و فعال جنسش چی بود؟ پروتئینی، پروتئینی بود که غیر فعاله؟ دمت کم خود جواب سوال، دیدی غیر فعاله؟ دیدی اومد اسید معده حالا فعال شو؟ دیدی الان بهتون گفتم چه وقتی به محصول نهایی برسید اون کار کردش رو ببینی میگی دمت گرم داری معای... ببین میگی بیان شده دیگه به کار کرد رسید، اینا انگار ساختیش آک نگردش چیکو بزنیم پروتئینی چیزی آشغالی بیاد اینو بزنیم پپتید کوچیک کنیم، ولی ساختیش کار کرد و الان میتونی بگی که آقا من این اگه کار نکنه
چون اینم بچه پروتئین دیگه، باز میرسه به یه ژن رمز کننده. تو فرض کن ساختیم این واکنشه انجام نشد، پپسینوژن پپسین نشد، دمش پپسین نشد، پروتئیناتو پپسین کوچیک نکردی، میتونی بگی ژن بیانش من دیگه آقا دمش گرم دیگه، این داره ژن نه دیگه، باز میرسه میگه آقا این داستانه موندیم به محصول، این محصول نهایی من اتفاقا چون محصول نهایی که برات به من بگه کار کردی برسونم، آقا به پپسین برسم. من چی میخوام بهت بگم؟ باید پپسین برسم که برام پپتید کوچیک از این پروتئینا پپتید کوچیکو پس بندازم. اینا یعنی همه اینا که میدیدی این پروتئین، همه این پروتئینا که با هم صحبت میکردیم که پروتئین مکمل، اینا از 11ام پاکتی داریم صحبت میکنیم دیگه، داخل پاکت همه اینا که خودت دیگه میتونی درگیر کنی. حالا اینم داخل پاکت بگم، پروتئین های مکمل که گفتم بچه اینم بذار مرور کنم یادتون بمونه ها، اینا با هم تیم، پروتئین های مکمل با هم کار میکردن، تیمی با هم کار میکردن، اونا همین بود، داشتن ساخته شده بودن ولی کار میکردن، نه داشتن چرخ میزدن، اون عامل محسوس خودشونو گیر میوردن، علی مدد فعال میشدن، یادتونه اینو بهتون گفته بود، آها فعال میشده بودن، آها وارد کار کرد شدن. پس اینو بچه در یاخته یوکارتی داری میبینی که حتی پس از ترجمه تو پروتئین اصلا پس انداختی. ببینید این داستان فرق شده این تنظیم هست، برای همین میگه حرفه‌ای تر در مراحل متعددی، برای همین میگه. خب خیلی دیگه روز خوندی میگه اینا رو رد کنیم بریم در... چون واقعا بچه این جملات حیفه، میدونی میگم یه از این خطه یه تسلیمیت حیفه، برای همین یکم بازش میکنیم صحبت میکنم. در یافتن یوکارتی بیشتر جنها فلان گفتم اینو در هر یک از این محل ها که بتونم اینم گفتم. بنابراین تنظیم انرژی میتونه در مراحل متعددی بیشتر، مراحل بیشتری، مراحل متعددی انجام بشه. بیاین پایین آقا تنظیم انرژی، حالا در قبول داره که گفتم مراحل متعددی داریم دیگه، ترجمه پس از ترجمه، خود همین رونویسی، قبل رونویسی، حین رونویسی، پس از رونویسی. اما آقا در مرحله رونویسی چه جوری انجام میشه؟ یه سوال من ازت بپرسم، رونویسی کجاییم الان؟ سوال اشکال نداره دیگه، سوال چجوری تو میپرسی منم پرسم، رونویسی الان کجا انجام میشه؟ خب آقا به من نگفت، ای مرد حسابی صحبتم یافته یوکاریوتی دیگه. و نکته مهمش هم اینه بچه، دیدین اینجا بهتون گفت در این محل ها آره تنظیم انرژی من تو میتوکندری هم هست، آره میتونم گلوبول، آره ولی کنکور به اون نمیپردازه. شما تو یاخته یوکاریوتی صحبتو هی ببین میبری، الان این نکاتی که اینجا این مهمه، این نکاتی که داری، این تنظیم بیولوژن در مرحله رونویسی، این ژن‌هات که تو هستن بخش دی ان ای خطی تن، این نکات و عوامل رونویسی و توالی افزار اینا رو نیاد ببنده برای میتوکندری و کلروپلاستا. پس موجود نیاد بگه هر دی ان ای موجود در یاخته یوکاریوتی، نیاد بگه ها این نکات اینجا باید بنویس، جا خالی داری حیف اینجا بنویس که این نکات برای دی ان ای خطی یاخته یوکاریوتیه، برای هسته است، نه برای هر دی ان ای، نه برای میتوکندری، نه برای کلروپلاست، اینا حواست باشه. پس اینو الان ما میریم صحبت برای همین، چون بچه کتاب درسته اینجا گفت ولی کتاب نمیفرسه. حالا برای بچه‌ای که یه کوچولو بیشتر بخوام آقا اون سیستم کارشون چجوریه، بهتون گفتم بچه‌ها خیلی مجمل بخوام بهت بگم اینه، چون گفتم منشأ باکتریایی دارن دیگه، یه صحبت مفصلی داره که حالا تو کنکورتون هم میاد واردش نمیشم، ولی صحبت مفصل بعدا خودتون میتونید در زمینش مطالعه کنید. اینا منشأ باکتریایی دارن دیگه، میتوکندری، کلروپلاست، اینا منشأ، حالا اینم نظریه است، اینا رو صحبت داره ولش منشأ باکتریایی دارن دیگه. آخه حیفم میاد دوستانم سوپ بنیادین و اینا نظریه خوبیه ولی حالا کاری نداره، ولی در مجموع خواهم بهت بگم آقا منشأ باکتریایی دارن. خب داری گوش میکنی؟ منشأ باکتریایی دارن و اگه دوست داری بدونی سیستم کارشون چجوریه، سیستم کارشون مثل باکتریا در نظر بگیر، پروکاریوت، چون اینا منشأ آب و اجدادی پروکاریوتی دارن برن. اما ما تو یوکاریوت صحبتو میبریم برای کنکور به هسته. تنظیم انرژی پس در مرز، پس این ژن ژنیه که بخشی از دی ان ای خطی مونه دیگه، حواسم بهش هست وارد مد بشه. بچه‌ها تو یوکاریوت ها هم مانند پروکاریوت ها رونویسی با پیوستن آر ان ای پلیمرز به راه اندازی آغاز میشه. استو خط خط مهمی، دو تا نکته، نکته اول مانند گفت، پس داره یه ویژگی اشتراکی به من میده، میگه آقا چه میخواد یاختت یوکاریوتی باشه، چه میخواد یاختت پروکاریوتی باشه، رونویسی با پیوستن آر ان ای پلیمرز به راه اندازی آغاز میشه. ولی من یه جمله از اون بعد بگم، ای یعنی این سیستم برای پروکاریوت هم هست؟ آره دیگه. یه سوال از تو دارم، من یا الان من الان یه دونه آر ان ای پلیمرز دیدم یه یاخته پروکاریوتی، پروکاریوتم گفتی که مانند داره میگه دیگه، من الان یه دونه آر ان ای پلیمرز دیدم در یاخته پروکاریوتی، رفت به راه انداز متصل شد، آغاز شد، الان من رونویسی میتونی بگی الزامن آره، میتونی بگی الزامن آره، این همه صحبت کردیم داشتیم میگفتیم اپراتور فلان، اونجا مگه تو ندیدی آر ان ای پلیمرز تپی رفته و وضع شده بود، ولی سر راش این مهار کننده نشسته بود. پس اینو حواست باشه ها،
این جمله رو الزامی هر نگه ها کلی قبول، کلی قبول، هر نگه اونجا استثناشو داری، اونجا دیدی که رونویسی آغاز نشد بابا با این که آرنی پلماس پیوسته بود به راه انداز، چون مهار کننده نشد. پس اینو حواست باشه. باشه بچه ها تو یاختای پروکاریوتی من اگر اتصال آرنی پلماس به راه اندازش رو دیدم، این بدی معنی نیست که الزامن رونویسی آغاز شد، نه، میتونه بنده خدا بغلش اپراتور متصل شده مهار کننده، پس الزامن نمیتونیم حکم کنیم. اینو موضوعش. نکته دو، تو میتونی من بگی برای یاخته پروکاریوتی این آرنی پلماس رفت متصل شد کیه؟ آره آقا پروکاریوتی من یه نوع آرنی پلماس بنده خدا بیشتر ندارم، آره بروز پروکاریوتی. حالا در یاخته چون کلی گفتی که چه میگه یوکاریوتو چه پروکاریوتو، برای پروکاریوتو بر راحت میتونم بگم، برای یوکاریوتو میتونی بگی؟ نه آقا اینجا دیگه نمیتونم بگم، چون اینجا دیگه آرنی مثلا به من بگی آرنی پلمرز به راه اندازی در یاخته یوکاریوتو متصل شد، میتونی الزام بگی کیه؟ نه آقا اولا گفت یاخته یوکاریوتی، کل گفت، تازه حتی هسته و ایناش هم به من نگفت. اینجا من 4 تا کاندید دارم، اگر هسته باشه بگی درون هسته این اتصال رخ داده، من 3 تا کاندید دارم، آرپونوز 1 2 3. ولی اگه در سیتو مثلا تو همین اندوکراین میتوکن تو سیتوپلاسم دی ان ای سیتوپلاسم باشه، اونجا یه نوع آرپونوز دارم، چون اونم بچه‌ها بهتون گفتم یادتون باشه ها، در یاخته یوکاریوتی کلن کل یاخته رو بخوایم، چون هی بچه‌ها سنو تو ذهنشون بوده 1 2 3 فلان، تو میگن در یک یاخته یوکاریوتی چند تا آرپونوز؟ سنو. نه چی سنو، برای هستش سنو، یه دونه برای همین این همه صحبت کردیم گفتیم را کیزف اینا هم هستن، اینا برای خودشون اونم مثلا سیستم پروکاریوت یا نو آرپونوز برای خودشون داره. کل یاخته نازم میگه 4 نوع. ولی اینو میخوام بهت بگم، پس دیدی بچه برای یاخته یوکاریوتی تو نمیتونی دقیق بگی کیه این آرپونوز که رفت متصل شد به راه انداز، ولی اونجا نه حکم قطعی یه نوعه بچه من خودم میره متصل میشه. حالا ولی به طور کلی بچه اینشون راست میگه مشترکه، تو یاخته پروکاریوتی چه یوکاریوتی بخواد رونویسی شروع کنه باید وصل بشه به راه انداز، حالا اگه پروکاریوتی اون سر راهش اون داستان نباشه بالاخره از اونجا و رونویسی بهتون گفتم دیگه چه یوکاریوتی چه پروکاریوتی، آقا یه جهت هست دیگه متصل میشه میره تو توالی پایان. یعنی این داستان اینجوری نیست که مثلا وسط کار نره به راه انداز مثلا تو یه یاخته چه یوکاریوتی چه پروکاریوتی بره وسط کار شروع کنه، نه اینجوری نیست، این سیستم راست میگه مشترک بره به راه انداز متصل بشه سیستم کار رو بگیره تا توالی پایین. حالا اینکه آغاز رونسی الزاما پس از اتصال این داشته باشیم یا نه، این گفتم صحبتی داره برای اپراتور، اینو باید توجه بشه. ولی ادامه بدیم متن رو بچه، در یوکاریوت ها آر ان ای پلماس نمیتونه به تنهایی، به به زیر این خط تو یوکاریوت آرن پلماس نمیتونه به تنهایی راه اندازش شناسایی کنه، برای پیوسته اون نیازمنده، محتاجه، نیازمند، محتاجه من پروتئین های برای من عوامل رو نویسیه. بهتون گفتم ببینید بچه ها حتی تو یاخته پروکاریوتی مثلا تو هم داستان فعال کننده بود، اونجا یه کمک میکرد برای ببین بهتون گفتم برای اتصال آرن پلماس پروکاریوتی به راه انداز کمک میکرد، یه دستی بنده خدا کمک میکرد، ولی باز این خودش میرفت تنها متصل میشد، این کمک میکرد اما کمکش الزامی بود دیگه، نه کمک نمیکرد، این اتصال رخ نمیداد، ولی باز تنها متصل میشد. اما تو یاخته یوکاریوتی بچه اینجوری نیست، تو شکل داره میبینی این راه اندازه، میبینی عوامل رونه، عوامل هم داره میگه دیگه، جمع چندین هم دیگه، تو شکل مثلا دو تا بنده خدا داره نشون تعداد جنسشون چی؟ آقا پروتئینی کار دارم، پروتئینیه کار دارم باشه. ولی نه که خود اینم متصل شده به راه انداز، خودمونی بهت بگم 22 سال تو ذهنت بمونه اینجوریه. تو پروکاریوت ها اولا بهتون گفتم اصلا یه سری آرنی پلیمراز هستن حتی به کمک هم نیاز ندارن، تو پروکاریوت خودش تپی میاد متصل میشه، حالا اون داستان داره اون صحبت داره که حالا اپراتور فلان اینا با هم صحبتش کردیم دیگه. ولی یه سریاش هستن نه یه کمک میخواد، چه جوری؟ اینجوری که این بنده خدا مثلا همین فعال کننده نقشش چی بود؟ این آرنی پلیمراز بهش میگفت آرنی پلیمراز اینجاست بیا واسه بنو کن همین این، ولی باز خودش تنها می اومد واسه میشد. تو یوکاریوتی اینجوری نیست، اونجا البته بچا اونی که داشت نکن این بحث کمکر میکرد، اونم جنسش پروتئینی بودا فعال کننده، اونم به بخشی از دی ان ای واسه شده بودا. من یه جونم به این جدولم براتون کشیدم ان شاء الله حتما وارد جزئیاتتون بکنین، مقایسه یوکاریوت پروکاریوت همه این داستان تنظیم بیونوژن، یعنی اینجوری بگم کل این گفتاره رو توی جدول ریختیم دیگه، در هم ممزوج کردیم و میگم حتما جزاتون بنویسه. من منظورم این مقایسه چون مهمه. ولی حالا نمیخوام بگم. ولی تو یوکاریوت باشه اینجوری نیست. اینجا هم پروتئینی رو می‌بینیم
که رفته به بخش خاص دی ان ای متصل شده، اما اون بخش خاص دی ان ای همون راه اندازه است. یعنی میدونین چه جوری تو پروکاریوت این واسه میشد، میگه آره اینجا تازه گفتم اینا برای یه سریاشونه، یه سری که خاص خودش بود اینجا یا تنها واسه میشد، اما تو یوکاریوت اینجوری نیست. یوکاریوت خودمونش اینجوریه، پروتئینه میره به راه انداز متصل میشه، میگه ببین من واسه شدم تو هم بیا، این میاد. و نکته تستی مهمش اینه، اتصال این پروتئین به راه تو یاخته یوکاریوت به راه انداز مقدمه بر اتصال آر ان ای پلیمراز به راه انداز. اول این باید رخ بده تا بعد این متصل بشه. حالا یه سری نکات دیگه، جنسشون چی آقا؟ پروتئین. عوامل رونویسی هم بچه‌ها اصلا یه کد شاخصه، من توی یاخته عوامل عوامل رونویسی می‌بینم 100 این داستان اینجوری بهت میگه 100% الان میتونم توی هم جدولام گفتم تا این تو تنظیم برنامه اسم عوامل رونویسی میاد یاخته دیوکاریوتی، اسم اپراتور دیدی یاخته پروکاریوتیه، اسم اون داستان معروف اصلا همون اونا کدن دیگه. ای یوکاریوتیه آقا، پس من اینجوری، پس من آقا تو تنظیم بیان ژن برای همه ژن های یاخته یوکاریوتی، پس ما باید وقتی بخوایم رونویسی داشته باشیم در یاخته یوکاریوتی عوامل رونویسی، نه الزاما هر نگه بهت هر نداریم که، چرا؟ چون در یاخته یوکاریوتی بچه ها صحبت رو برای کیه؟ برای هسته هست. و یعنی این که بیاد عوامل رونویسی متصل شه به راه انداز تا آرنه این پولیمراز بیاد، اینو نمیتونه بگه برای هر ژن یاخته یوکاریوتی ها، چون تو یه برخی ژن ها بود میبینی که تو میتونی کلورپلاستی که اونا اصلا این سیستما این سوسور بازی ها رو ندارن که آرنه این پولیمراز بیا منوی اینجوری نی، مواظب باشا بچه ها. یادشون خداوکیلی اینا رو خوب گوش کن، جدا از شوخی خداوکیلی اینا حواس هر ژن هر نندازه به هتا، اینا برای هر نیست، برای همون بیشتر است، برای همون بیشتر است که تو هسته است اونه، اینا حواست باش. حالا پس آقا اینا جنسشون هم پروتئینه. دومین نکته بچه ها، اینی هم که میاد متصل میشه اسمش عوامل رونویسی هست، ولی هر عوامل رونویسی هم به راه انداز متصل نمیشه. آقا یعنی چی؟ گروهی از اینا، این پروتئین ها رو زیش قد بکش براش میشه عوامل رونویسی. بچه گروهی از این عوامل رونویسی با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز، نکته مهم، تازه اونم نه هر جای راه انداز، به نواحی خاصش هم میرن متصل میشن، آرنه این پولیمراز به محل راه انداز هدایت میکنه. این داستان هدایت یه که بیام ناکن من وست شدم تو هم بیا، اینا هر عامل رونویسی، هر عوامل رونویسی اینجوری نی، هر همه شون نه، گروهیشون یه سریشون. آقا اون یه سری دیگه چی کار میکنن؟ این پایین بد میگه. یه سری دیگه اون پایین بد میگه. پس اینم برای هر نیست. هدایت میکنن. چون اینم نکته مهمیه. چون تمایل پیوستن این پروتئین ها، این گروهی از عوامل رونویسیه، به راه انداز در اثر عوامل تغییر میکنه، مقدار رونویسی ژن های اون هم تغییر میکنه. آقا این چی گفت؟ اینو ببینش کن. به من گوش کن. من یه سوالی ازت دارم. صحبت هم چیه؟ تنظیم منوژن تو مرحله رونویسی. ما که فهمیدیم آرنی پرماز تو هسته برای یاخته یوکاریوتی، آرنی پرماز حال چه میخواد یک باشه، چه میخواد دو باشه، چه باشه. این برای هر سه تاشونو بچه‌ها، چه میخواد یک باشه، چه میخواد دو باشه، چه میخواد آرنی پرماز سه باشه، تنها نمیتونه بس بشه. باید عوامل رونویسی متصل بشه، اولین اتصال رخ بده به راه انداز، بعد بگه پاشو بیا که این بیاد متصل بشه. خب آقا تو بحث تنظیم بیانجن داریم صحبت میکنیم دیگه، ما میخوایم کار از بیخ بگیریم، تو رونویسی میخوایم کار از بیخ بگیریم دیگه. آقا من نمیخوام این بیان بشه، تو به من بگو بهتره چیکار کنم؟ بهتره اینه، به این عوامل رونویسی بگو آقا متصل نشو، تو بس نشی این نمیاد بس بشه. قبول داری خداوکیلی کار از بیخ بگیری؟ نکتهش اینه، این تمایل پیوستنه هست، عشق چسبوندنه، تمایل پیوستنه برای عوامل، چون عوامل رونویسی گروهیشونا دوستان بچسبونن ببینید راه انداز دیگه، این تمایلشون بچه متغیره، ثابت نیست، تحت عواملی میتونه تغییر کنه. درنچه یاخته اینجوری میتونه تنظیمش کنه که الان، یعنی میتونه آقا بیشتر تمایل بیشتر بشه، درنچه این بیشتر بشه پیامده تو هم بیشتر میشه دیگه. کمتر بشه آقا دمت گرم، اگه میشه کمتر بچسبون به این بند خود راه انداز، یا مثلا کمتر متصف تو چی میشه؟ پیامدت کمتر میشه دیگه. این چون این از ریشه بگیری این دیگه نمیتونه متصل شه، رونویسید کاهش پیدا کنه. همه اینو اینو بود فارسی، اینی که کتاب بهت گفته بودیم در چه مقدار رونویسید هم تغییر میکنه دیگه، کاملا مشخصه دیگه. اون بیشتر بشه اون رونویسید بیشتر میشه، مقدار اون کمتر تمایل کمتر بشه، مقدار رونویسید هم کمتر میشه. ببین پایین در یوکاریوت ها اینا هم گوش
بچه‌ها ممکنه. به به زیر این خط. این قطعی نیست، ممکن. ممکنم نش. چی آقا؟ بچه‌ها تو یوکاریوت‌ها ممکن عوامل رونویسی دیگری زیر اینم خط. عوامل رونویسی دیگری. اونا گروهی از عوامل رونویسی بودن. اینا هم یه سری دیگه. ولی بچه‌ها در مجموع اینا چی هم؟ همه‌شون پروتئینین. ای آقا اینم گفتی تو یوکاریوت‌ها دیده میشه. آره. ای تو یوکاریوت‌ها داره دیده میشه. پس دمش گرم. بچه کجای یوکاریوت ها؟ گفتم تو هسته. پروتئین تو هسته دارن فعالیت میکنن. ترکیبی هایتون جلسات قبل با هم بود، جلسات قبل با هم صحبت میکردیم. گفتم پروتئین ها تو یاخته یوکاریوتی در هسته. ببین دستور حالا اینا که با هم باشون کار داریم میگه در هسته توسط آرنی پلومرز دو میاد امانش گرفته میشه، بعد میاد در سیتوپلاسم پیش ریبوزوم ترجمه میشه، ساخته میشه. حالا یه سریشون دیدیم اونجا میگفتیم همین چند جلسه قبل که میره در هسته فعالیت میکنه، یه سریشون میره در مثلا همین میتوکندری، اینا رو میگفتیم، یه سری میرن در قشا میشینه، یه سری میریزن بیرون با اگزوسیتوز. ا اوانورسی دارم میبینم، چون گفتم این سیستم کار کجاست؟ تو هسته است. اینا از همون پروتئینان که بچا میرن تو هسته فعالیت میکنن. ولی بچا چه اونا گروهی از عوامل رونویسی، چه اینا اوانورسی دیگر، جفتشون ساختشون مشترک، یعنی دستور ساختشون از هسته آرنی پلومرز دو میاد امارانیشو میگیره. ولی بچه برای فعال کننده مهار کننده اینو در پروکاریوتی بود، دو بهت نندازه، اون پروکاریوتیه، دو این مسخره بازی نداره، یه نوع آرنی پلومرز داره اینجا. ولی دو میره امارانی میگیره، امارانی میاریم کجا؟ تو سیتوپلاسم ترجمه میشه، تو سیتوپلاسم ساخته میشه و دوباره قصد اینم بهتون گفته بودم دیگه، قشا تو هسته منافذی داره، منافذ هسته که حالا چون تو شکل برای شما نشون نداده، ولی الان بچه‌هایی که کتابشون تغییر کرده اونا خیلی بهتره. بچه‌هایی که الان امسال رفتن دهم تو زیست دهمشون شکل هسته رو خیلی قشنگ‌تر نشون داده، منافذ هسته این داستان ورود و خروج‌ها رو خیلی بهتر بهشون نشون داده. ولی علایل براتون نشون نداده، تو کنکورتون هم نمیاد دیگه برای شماها، اشکال نداره. ولی بهتون گفته بودم دیگه اون منافذ است، مثلا ام ار ان ای میگه، چون سوال میشه از کجا میاد، کجا این داستان ورود و خروجش چجوری، اون منافذ است میاد بیرون. ولی در مجموع پس یادتون باشه بچه اینها پروتئین ها در این پروتئین های یوکاریوتی هن، دستور ساخت همه، سیستم ساختشون، ترجمهشون، همه اینا مشترکه، محل فعالیتشون هم مشترکه، یعنی چه اون گروه چه اینا محل فعالیتشون در هسته است. فقط یه نکته خیلی مهم، چی؟ اون الزامیه برای رونویسی، الزامیه، اتصاله اون گروهی از عوامل رونویسی به راه انداز برای رونویسی در یاخته یوکاریوتی الزام، این باید متصل بشه تا آرنی رونویسی. ولی این داستان الزامی نیست، ممکنه این داستان بشه، ممکنه این داستان نشه. یعنی آقا اگه میشه هم نشه، آره، چون یه آپشن داره اضافه میکنه. آقا آپشن داستانش اینه، به بچه تو یوکاریوت ممکنه عوامل رونویسی دیگری به بخش خاصی دیگه. اینم ببین بچه ها با این کدا صحبت کرد نمیتونی حکم کنی، گروهی از عوامل رونویسی که به بخش خاصی از دی ان ای متصل شده، اون بالایی رو داره میگه، این پایینی رو میگه، نمیتونی بگی اونم همین بود، به بخش خاصی از دی ان ای، راه انداز بخش خاصی از دی ان ای دیگه. اینجا هم تو دور اسم میشناسی بخش خاصی از دی ان ای، به این بخش خاصی از دی ان ای بشکن توالی افزاینده، این ها به داره نشون میده بچه ها، توالی افزاینده هم بخش از دی ان ای. پس ساختار چجوری؟ دی اکسید مونوکلیک اسیدی، مثل راه انداز، مثل اپراتور، مثل جایگاه اتصالی برای اون پروتئین فعال کننده، همه اینا ساختار دی اکسید مونوکلیک اسیدی داره. پس در ساختارش قند دیوکسیریبوز داریم، ریبوز نداریم. در ساختارش تی میتونی ببینی ولی یون نمیبینی. یه تفاوتی هم اینجا بین اینا با اونا هست، اینه که اپراتور یه حکم قطعی میتونه بگه، میگه ساختارش دیوکسیریبونوکلیک اسیدی هست ولی بخش از یه دی ان ای حلقویه، ولی توالی افزاینده داریم، من میگه 100% توی دی ان ای خطیه، 100% در یک دی ان ای یوکاریوتی. اینو نمیتونی بگی. چرا؟ دی ان ای یوکاریوتی میتونه دی ان ای سیتوپلاسم باشه، دی ان ای سیتوپلاسم که توالی افزاینده نداره ها، اینجوری بهت نگه ها، یعنی هسته ای یاخته یوکاریوت. خب این داستانش چیه؟ اینه. ببین توی یوکاریوت بچه ممکنه عوامل دیگه، اون یه سری دیگه، ببین بخش خاصی از دینه به نام توالی افسده اینا متصل بشن، ولی اتصال اینا الزامی نیست برای اون، قطعی نیست، ممکنه بشه. حالا اگه بشه آقا میگه چه اتفاقی میفته؟ هیچی، با پیوستن این پروتئینا به توالی افزاینده یه خمیدگی ایجاد میشه تو دی ان ای. الان اینا برای توضیح میدم، عوامل رونویسی در کنار هم قرار میگیرن، یعنی اون گروه که به توالی افزاینده متصل شدن با این گروه که به راه انداز متصل شدن در کنار هم قرار میگیرن. اینا بچه داره بهتون نشون میده، این منظورم مثلا اون عوامل رونویسی دیگر است، اینا هم که دیگه میدونید که به راه انداز متصل شدن، اینا در کنار هم قرار میگیرن. خب در کنار هم قرار بگیرن، خب مگه چی میشه؟
این کنار هم قرارگیری عوامل منجر به این اتفاق میشه، سرعت رونویسی افزایش پیدا میکنه. گفتم یه آپشن، نه یه آپشن، سرعت رونویسی افزایش میده. بگین تو بحث انجام رونویسی بچه اینا، این گروه دخالتی، این برای این گروه که به راه انداز متصل میشن برای انجام الزامیه، این آپشن میده، سرعت رونویسی میبره بالا. چند تا نکته تستی، اینو مواظب باش که بعضی تستا میگن آقا پس من میتونم بگم تنها این پروتئین های متصل به توالی افزاینده در افزایش سرعت رونویسی در یاخته یوکرتی نقش دارد. غلطه. چرا گفتی تنها؟ آقا پس چجوری باید بگیم؟ اینجا چی بهت گفت؟ گفت قرارگیری این عوامل، بچه ها کنار هم قرارگیری هم اینا هم اینا، یعنی اینجوریش بهت بگم. ببین به من بگن گروهی از عوامل رونویسی که برای شروع رونویسی در یاخته یوکاریوتی وجودش الزامی است، اتصالش به دی ان ای الزامی است، من میگم 100% اینا رو داره میگه. اما از اون ور بهم میگه گروهی از عوامل رونویسی که در افزایش سرعت، مثلا در افزایش سرعت رونویسی با کنار قرار گرفتن از این واژه ها به کار بره. تو میتونی الزام اینو بگی، فقط الزاما فقط نمیتونی بگی این باشه، چون اینم هست، اینا با هم در کنار هم قرار، یعنی فرض کن این نباشه، این حتی خمیدگی هم ایجاد کنه افزایش رونویسی تو نداری، این باید باشه تا اینم نقشش. نه اینجوری بهت بگم تو بحث افزایش سرعت این یه نقش مکملی دارن. از اون ورش هم هست، این نباشه آره افزایش انجام رونویسی داری ولی افزایش سرعت رو دیگه نداری دیگه. هم این نیازه برای افزایش سرعت، هم اینجور فارسیش این میشه. آقا چی داری میگی؟ فارسیش این میشه، برای انجام رونویسی الزامی اینه میخوام، این کافیه، ولی برای افزایش سرعت رونویسی جفتشون میخوام، جفتشون نقش دارن، جفتشون در کنار هم باید قرار بگیرن تو افزایش سرعت رو داشته باشی. این براتون اوکی شد؟ پس آینم بیاتون بمونه که حالا طبق شکل مثلا اینو میدید گنده تر نشون داده، اینو کوچیک تر نشون داده، اینا خیلی آشغاله. بعد اما میاد لازم مثلا تحلیل میکنن که پروتئین متصل به توالی افزایده درشت‌تر، مثلا از این جفتشون درشت مولکول هم دیگه، پروتئینی هم دیگه، مثلا این خوشم نمیاد. حالا گفتم بگم یه جا مثلا توی یه رفرنسی خوندی درشت‌تر فلان، اینا طبق شکل کتاب فلان از اینا میبینی، حالا از این بعدشن دیگه خوشم نمیاد از اینو. آقا داستان خمیدگی چیه؟ اینه بچه ها، ببینین راه انداز بخش از دی ان ای. آقا برای راه اگه من میگه راه اندازی در یه یاخته در دی ان ای یاخته یوکاریوتی، اینجا میتونم حکم کنم که اون دی ان ام خطیه یا حلقویه؟ نه، چون هم در دی ان ای حلقوی، اصلا تو پروکاریوتون راه انداز داشتی دیدی در دی ان ای حلقوی تو راه انداز داری، در دی ان ای خطی هم راه انداز داری، این برای من کد نیست. اما اگه توالی افزاینده در دی ان ای یوکاریوتی 100% اون دی ان ای خطی، پس اینم یادتون باشه، اینو داخل پاکت دارم میگم، کد خوبیه. حالا در مجموع میخوام بهت بگم بچه راه انداز رو دیدیم، راه انداز خدا وکیلی قبول داری همیشه نزدیک جایگاه آغاز رونویسیه. جایگاه آغاز رونویسی یادت اولین نوکلوتیدی که رونویسی ازش شروع میکرد، ما گفتیم جایگاه آغاز رونویسی، یعنی همیشه در نزدیکی اونه، که البته بچه همیشه اینو میدونید دیگه، میتونه حالا سمت مثلا اینجا قرار بگیره، این مثلا نزدیک باشه، مثلا فرض کن این اینجا باشه، میتونم این ور باشه جایگاه آغاز رونویسی ها، مثلا چون میدونید دیگه رونویسی هم از چپ به راست داریم هم راست به چپ داریم، فرق نمیکنه. مثلا حواس نگید همواره قبل از یا بعد، اینجوری نه، قبل از فلان اینجوری نمیتونی، میتونه این ورش باشه میتونه اون ورش باشه، ولی در مجموع همیشه در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی. خدا وکیل قبول داری. اما بچه توالی افزاینده اینجوری نیست، اونم درسته بخشی از این دی ان ای ساختار دئوکسیریبونوکلیک اسیدی داره، ولی واژه‌ای هم که کتاب میگه خیلی مهمه، ممکنه دورتر از جایگاه فرض تو، مثلا الان ما اینجا رو نویسیمون مثلا چپ به راست، اینجا مثلا جایگاه آغاز رو نویسیم، این در نزدیکیش، این مثلا رو کنه در دورتره، ولی این دورتر بودن هم ممکنه ها، اینم کتاب بهت میگه، چون توالی افزاینده میتونم در نزدیکی جایگاه آغاز بشه، ولی برای راه انداز حکمت قطعیه. پس اینم گرفتی، راه انداز قطعا در نزدیکی جایگاه آغاز است، اما توالی افزاینده ممکن است در نزدیکی جایگاه آغاز باشد، ممکن هم هست دورتر باشد. و حالا نکته تستی قشنگ‌تر، هر چی بچه ها این دورتر از جایگاه آغاز باشه، این خمیدگیه که داره بهتون میگه، چون این وقتی بهش متصل میشه این رفیق خودش رو میخواد، اون عوامل رونویسی میگه بعد بریم کنار اون آپشن ما درجه یک بشه افزایش سرعت،
این بلند میشه، مثلا فرض کن اونجاست، این بلند میشه که به این برسه دیگه. این خمیدگی رو تو این خمیدگی که داره میگه برای اینه خمیدگی. حالا اینو میخوام این هر چی دور، خدا وکیلی هر چی دورتر باشه قبول این خمیدگی بیشتر میشه، تو هر چی نزدیکتر باشه خمیدگی کمتر میشه. آقا این تو تستی به کار میاد؟ آره. وقتی بهت میگه مثلا من خمیدگی خیلی بلندتری مثلا اینجوری دارم، به طویلتر از این واژه ها دیگه، حالا الفاظی که لفظی میکنن ترا، این کد خوبی داره. میگه ای خمیدگی خیلی توپلی داری، پس این توالی افزاینده از اون مدلی که دورتره. چرا؟ چون بهتونم گفتم بچه توالی افزاینده ممکن است در فاصله دوری از ژن ها قرار گرفته باشه. برای همین اگه من میگه خمیدگی طویلی دارم، پس میگم ای دیگه اینجا نمیگم ممکن است، میگم قطعا دورتره، که تو که خمیدگی درشت اینجا درشت حالا مون تو دهنمون داری. پس اینو یادتون باشه، پس اینو در اینجا خوندیم دیگه. توالی های افزاینده متفاوت از راه انداز هستن، نه از لحاظ جنس ها، از لحاظ چی؟ چون ممکنه در فاصله دوری از جن ها قرار داشته باشه. راست میگه، تو این زمینه متفاوتن، چون اینا ممکنه ممکنه هم نزدیک باشه، ولی اونا 100% در نزدیکی جن ها همون جایگاه آغاز رو نمیسی. اتصال پروتئین ها بر سرعت و مقدار رو نمیسی جن متصل است. اینم که دیگه کاملا بهتون گفتم. بچه نکته مهمش هم این پروتئین ها خانواده داره میگه ها، عوامل رو نمیسی داره میگه، کلی میگه. ما اینو بازم کردیم، یه سریاشون هست اصلا وجود اون گروهی الزامی وجودش، ولی یه سری هست برای سرعته، که اون یه سریا چجوری منجر به افزایش سرعت میشدن کنار هم قرار گیری دوباره با هم اینا، یعنی با هم اینا تو این نقش نقش مکملی داشتن که افزایش سرعت. برای چه بچه شما افزایش سرعت داشته باشی، خب مقدار اون نویسید هم از اون ژن تحت تاثیر قرار میگیره دیگه، سرعت بیشتر اون نویسید دیگه، اینا سرعت کاملا مشخصه که این شکل هم اینجا میبینید. اما آقا ما با هم صحبت کردیم، گفتیم تنظیم بیان ژن تو یاخته یوکاریوتی مراحل بیشتری، الان ما رونویسی رو گفتیم، میتونید در مورد غیر رونویسی هم ببینیم. آره نعمت داره بدیم. در یوکاریوت تنظیم بیان ژن میتواند پیش از رونویسی یا پس از اون انجام بشه. آقا پیش از رونویسی این چه جوری؟ اتصال بعضی آرنای کوچک، این پایین‌تر بهت میگه اینا ها در سطح فام تنی، اون پیش از رونویسی اینه، ولی اول اینو بگم. اتصال بعضی آرنای های کوچک، اتصال بالاش بنویس تشکیل پیوند هیدروژنی، بالای اتصاله تشکیل پیوند هیدروژنی، حالا بهت میگم. اتصال بعضی، به به بعضی، نه هر آر ان ای کوچیک، بعضی، اتصال بعضی آر ان ای کوچک مکمل ام آر ان ای، مثال از این تنظیم بیان ژن پس از رونویسی، با این اتصال این آر ان ای ها از کار ریبوزوم جلوگیری میشه. آقا یعنی چی این بچا از چه مدلیه؟ این پس از رونویسیه، یعنی تو ام آر ان ای تو پس انداختی، این ام آر ان ای کو اینا فارسیش کردن رونه پی امارانی تو پس انداختی، پس از رونه میسی، ولی الان نمیخوام ترجمهش کنم، این ریبوزوم ها الان بدو بدو میان اینجا، میخوام فرانت ترجمه یه کاری کنیم که جلوگیری کنیم از کار اینا. نه یا اون آقا جلوگیری کنیم یعنی چی؟ چون میاد اون داستان رو میدونید دیگه، بیاد این بخش کوچیک و فلان و صدا میکنه تیاره نهی فلان، اون میان آنتیکودون و فلان و داستان شروع میشه. آقا چه خواهیم جلو کار رو بگیریم چیکار کنیم قشنگ تره؟ هیچی، کدونه رو گل بگیر، کدونه سته سته گل بگیر، نذار اون اتصال کدون آنتی کدون اون داستانه باشه. چجوری گل بگیرم جلوشو؟ خب این برو یه آرانه کوچیکی مکملشو بردار بیا که ببین اتصال برقرار کنه، پیوند هیدروژنی برقرار بکنه دیگه. نمیتونه بیاد که نمیتونه با اون آرانه کوچیکی بشینه رو اون که دیگه نمیتونه که، برای همین تو جلوگیری کردی از کار ریبوزوم. این بود، سخت که نبود، فقط نکته تستش اینه. بچه شما اینجا یه سری آرانه های دیدی که به ام آر ان ای اتصال تشکیل پیوند هیدروژنی دادن اوراق. پس یادت باشه تا به من به توی تستی گفت که ام آر ان ای دارم میبینم، آر ان ای اومد باش تشکیل پیوند هیدروژنی داد، سری ذهنت نه تو کنکور یا سری ذهنت نه آها ترجمه رو داره میگه، این آر ان ای هم که داره میگه تی آر ان ای آن کدون، نه اینها اینم میتونه باشه. سری حکم نکن، ادامه بده بگو خب من این مدل رو دارم تنظیم بیان ژن آر ان ای کوچک، اونم بعضی آر ان ای کوچک، داستان کدون آنتی کدون هم دارم، اینجا حواست به این باشه. پس هر آر ان ای که با ام آر ان ای میاد تشکیل پیوند هیدروژنی مکملی میده الزاما تی آر ان ای نیست، میتونه آر ان ای کوچیک باشه برای اون جلوگیری از کار ریبوزوم برای بحث تنظیم بیان ژن، که این مدل میشه بچا پس از رونویسی. درنش عمل ترجمه متوقف و آر ان ای ساخته شده پس از مدتی تجزیه میشن. آقا مثلا نمیخوامش دیگه، ام آر ان ای دیگه بس گندش دارم دیگه، خیلی پروتئین ازش ساختیم، جلوشو بگیریم و دیوایسشو منیجر کنیم. اما بعدی روش تنظیم دیگر در سمت کروموزومیست فامتنی اینجوری گفته. آه یعنی چی؟ آه بریم داستان کروموزوم اونجا تنظیم بیان ژن داریم،
آره چه جوری؟ به طور معمول بخشای فشرده فانتان کمتر در دسترس فانتان بچه هم کروموزوم دیگه. بخشای فشردهش بچه کمتر در دسترس آرنی پلیمرزا. کمتر هم زیرش خط بکش. نه عدم بد نگی کمتر. آرنی پلیمرزا قرار میگیرن. بنابراین یاخته میتواند با تغییر در میزان فشردگی کروموزوم در بخشای خاصی دسترسی آرنی پلیمرزا به ژن مورد نظرش تنظیم کنه. اینو که الان توضیح میدم فقط اینو بهت بگم می به نظر شما این تنظیم برنامه ژن پیش از رونویسی یا پس از اون تابلو دیگه پیش از رونویسی چون اصلا میخواد جلو کار آرنی پلیمرز رو بگیره رونویسی نشده پیش از رونویسی آقا توضیحش حالا این داستان چی بود کروموزوم فامتنی فلان چی میگه قبول داری کروموزوم فشردگی فلان 11 ما با هم صحبت میکردیم یادتونه برای رونویسی بهتون گفتم بچه‌ها رونویسی مثل همان اندازه‌ای بود گفتم قبل اینکه می‌خواید داستانو شروع کنید پیچ و تاب دی ان ای فلان رو باز اون هیستون میس چون یوکاریوت هم هست تو هسته داریم سوال هیستون میسونا رو جدا کنی فلان یادتونه با هم صحبت می‌کردیم اینا برای چی بود به خاطر این قاعده است دیگه بابا خیلی خودمونی بهت بگم وقتی تو هم چپونده شد و اینجوریه بنده خدا آره این پرونیزه میگه خدا کمک هم همین جوریش من نمیتونستم پیداش کنم بنده خدا اول رونویسیه میرفت متصل میشد پیدا این دیگه خیلی آشغاله من اصلا نمیفهمم کجا این برای همین نکن دسترسیش کمتر میشه حالا ممکنه مثلا یوه بره اینجوری میشه کم ولی کمتر میشه دیگه کارش خیلی سخت‌تر میشه برای همین یاختم از این سوء استفاده میکنه میخواد مثلا فلان ژنش دیگه بیان نه کمتر بیان شه یا دیگه بیان نشه اونجا رو فشردگیشو بیشتر میکنه میگه این مشکل داره با داستان فشردگی اونجا رو اون برای همین میگه بخش خاصیشو که اون ژنه ژن مورد نظرش اونجا رو فشرده دادن اینا هم همین بود این کتاب چون یکم بنگ واقعا اراده بهشونه دیگه یکم حالا خود الحمدلله شما که مشاور زایکا صدتون خودتون خیلی عالی خودتون میخونید و حرفه این ولی خب این مدل توضیح دادن نمیپسند از کتاب بعد یکم یکم سلیس‌تر حالا از روش‌های دیگر تنظیم بیان ژن طول عمر امارنه این چه مدلیه پس از رونویسی دیگه امارنه تو پس انداختی طول عمر و فلان اینا ما هم صحبت کرده بودیم دیگه مثلا تو پروکاریوت هم داشتیم اونجا صحبت کردیم افزایش طول عمر امارنه موجب افزایش محصول میشه راست میگه هرچی اینو بیش اونجا می‌خواستیم سری منیجر کنیم بره تجزیه و فلان اینا ولی هر راست میگه تو امارنه هر چی زودتر تجزیه بشه گفتم فرصت ترجمه کمتره هر چی عمرش بیشتر باشه دانش این فرصت تو بیشتره که از این ترجمهش کنی پروتئین بگیری حالا یه نکته میخوام این که مشخصه با افزایش طول عمرش دانش افزایش محصول تو خواهی داشت دانش تو باز به اون چون به محصول میرسی بیان ژن تنظیم بیان ژن داریم صحبت میکنیم حالا بچه یه نکته بگم آقا از اون ور میتونیم یه حکم بکنیم چجوری مثلا به من که دریاخته فلان پروتئین خاصی مثلا بیشتر تولید میشه مثلا میتونیم بگیم اینا نمیتونه قطعی بگی ها میتونیم آقا احتمال بگیم بگیم احتمالاً امارنه این پروتئین عمر بیشتری داره نسبت به اون پروتئین دیگه‌اش که این داره بیشتر تولید میشه آره میتونی بگی بر اساس همین جمله دیگه چون که افزایش طول عمر امارنه موجب افزایش محصول میشه دیگه پس اگه من افزایش محصول خاصی تو یه یاخته دارم میتونم احتمال بدم که عمر اون امارنش بیشتره آره احتمالشو میتونی بدی این فرآیندها در میزان پروتئین سازی موثر خواهند بود شیوهای دیگری نیز در تنظیم بیان ژن موثرن که نحوه عمل بسیار از اونها بسیارشون بچه حالا اینم نه مهم تستیگوشو زیرش خواد نه میخوام یه چیز دیگه بگم بچه نحوه عمل بسیار اونها ناشناخته است خیلی چیزا هست مثلا یاخته دنیاست سلول دنیاست ما 2000 ازش فهمیدیم کل آدمای روزن که 2000 از این یاخته فهمیدن خیلی هاش هنوز ناشناخته است که انشالله با امید خدا شماها 20 سال دیگه خودت یه نظریه فلان 20 سال دیگه به بچه ها تدریس بشه انشالله بیا های تخته خب بچه این جدولی هم که دارید نبینید همونی بود که بهتون گفتم مقایسه یوکاریوت و پروکاریوت که حالا این چند ثانیه اول برای اینکه اسکرین بگیرید تایم نداریم تایم اون بد به زوال رفته دیگه سریع بیاییم که بچه ها این سریع براتون بخونم و دعاتون بکنم خب علی رضا با من بیا آقا تنظیم بیان ژن تو این گفتار صحبتمون بود تنظیم بیان ژن در یاخته یوکاریوتی و پروکاریوتی که اول رفتیم پروکاریوتی بررسی کردیم بعد اومدیم یاخته یوکاریوتی بررسی کردیم یه سری پروتئین هایی تو این داستان تنظیم بیان ژنشون دیدید یه سری توالی هایی توالی از اون با ساختار دئوکسیریبونوکلیک اسید دیدید که اینا رو من کدوم دو تا ستون براتون آوردم ولی اینجوری دیگه بچه‌ها شما هم همینجوری تمیزتر رو قشنگ دیگه همینجوری یاخته از این ور یاخته هاتون فلان از این ورم پروتئین توالیتون رو بنویسید تو جزو اول میرم سراغ پروتئین ها تو یوکاریوتی تو این داستان تنظیم بیان ژن چه پروتئینی عوامل رو نویسی
تو پروکاریوت چی دیدی؟ مهار کننده دیدی، فعال کننده دیدی، آزاد کننده بد نندازن موزه باشه. محل تولیدشون فرق نمیکنه، چه یوکاریوتی چه پروکاریوتی، بچا سیتوپلاسم توسط ریبوزوم. محل فعالیتشون اینا میرفتن تو هسته فعالیت میکردن عوامل رونویسی، ولی اینا چون بنده خدا اصلا بهتون گفتم دیگه دی ان ای برای پروکاریوت سیتوپلاسم دیگه، دی ان ای حلقوی بنده خدا داره. محل اتصالشون برای یوکاریوت که عوامل رونویسی بودن، گفتم بچا هر عوامل رونویسی اون نندازه، عوامل رونویسی گروه داره، یه سری اینا یه سری اونا، گروهشون به راه انداز متصل میشدن که اینا بودن که بچا برای آغاز رونویسی الزام است این اتصالشون. گروهشون به توالی افزاینده که این ممکن بود، ممکن بود اتصال برقرار نشه. اما برای پروکاریوتا مهار کننده به اپراتور متصل میشد، اما فعال کننده به جایگاه اتصالی دیگه جو جا نبود. بچا بنویسم جایگاه اتصال همون فعال کننده است دیگه، حالا جایگاه اتصالی براتون نمیشه. اثر بر رونویسی، آقا چه اثری داشتم تو یافته یوکاریوتی که اون پروتئین، چون صحبت داریم در تو پروتئین میگیم، اون پروتئین اول رونویسیه، اثرش چی بود؟ یه سرشون بودن که الزام بود برای شروع رونویسی، همونا که متصل به راه انداز میشدن اون گروهیه. یه سرشون افزایش سرعت رونویسی داشتیم. کیا؟ هر دوشون. به تو گفته بودم اینجا هر دوشون، چون ببین اون درسته، اون آغاز این داستان آپشن سرعت کی شروع میکنه؟ آره همونی که میره به توالی افزاینده متصل میشه میچسبونه اون، ولی باز میاد که با هم در کنار هم قرار بگیرن دیگه. آره وگرنه اون بنده خدا اگه متصل به توالی افزاینده نشه دیگه این داستان خمدگی اینا رو نداریم، اون داستان شروع میکنه، ولی در مجموع چون هر دو منجر به افزایش سرعت میشن در کنار هم قرار گیری جفتشون. اما تو پروکاریوت داستانمون چی بود؟ آقا این چه اثری داشتن این پروتئین ها مهار کننده فعال کننده؟ ببین جدا شدنش الزامی برای شروع نویسی. کی مهار کننده؟ این پروتئین جدا شدنش الزامی برای شروع رونویسی. اما برای فعال کننده، اینا داخل پرانتز اینجوری با بنفش براتون نوشتم، فعال کننده چون اتصالش الزام بود برای شروع نویسی، این اتصالشون جدا شدنش. بیاین بعد آر ان ای پلیمرز موثر برای ایمان، چون جنسشون چی ان؟ آقا پروتئینن دیگه، پس آر ان ای پلیمرز باید بره از ژن رمز کننده شون ام ار ان ای بگیره. تو این ستون میخوام بگم آقا آر ان ای پلیمرز که رفع ژن رمز کننده این پروتئین ها ام ار ان ای بگیره کی بود؟ خب اینجا تو یوکاریوتی آر ان ای پلیمرز، ببین کلا چه اون گروه از عوامل رونویسی، چه کلا برای اونا روز 2 میرفت هسته ام ار ان ای میگیره که حالا در سیتوپلاسم بهتون گفتم دیگه میشه ریبوزوم ترجمهش کنه و بسازه. اما اینجا چون دیگه 1 و 2 و 3 و فلان نداریم، آقا من خودی آر ان ای پلیمرز پروکاریوتی بیشتر نداره. نقش آقا چه نقشی داشتن؟ گروهی نقشش هدایت آر ان ای پلیمراز بود که به متصل بشه به راه اندازی که خودش متصله، یعنی بیا اینجا ببین من وصل شدم اینجوری. اما بچا ببین مثلا اون داستان فعال کننده هم اینجا کمک میکرد به اتصال، ولی خودش این ور بود، میگه بیا اینجا وصل شو اینجوری، ولی این میگه نه آخه من وصل شدم تو هم بیا. پس هدایتان گروهی کنار هم قرارگیری عوامل رونویسی، اون گروه دیگر منجر به این کنار هم قرارگیری عوامل رونویسی میشد که خودش که بنده خدا عوامل رونویسی بود و اینا میاد با این عوامل رونویسی در کنار هم قرارگیری، در نهایت منتج به نتیجه میشد، چون جانم بود دیگه بچا اینجا بنفشنگ براتون نمیاد، افزایش سرعت میشد. اما تو پروکاریوتیا مهار کننده مانع حرکت آر ان ای پلیمراز بود، نه بنده خدا نقشش اینجوری بود دیگه، ممانعت میکرد، نه چی ممانعت از آغاز رونویسی. اما فعال کننده کمک، به 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 این کمک، کمک بچا کمک به اتصال آر ان ای پلیمراز. وجود پیوند پپتید نیتروژن تو ساختارشون جفتشون دارن. اینو برای چی نوشتم بچه‌ها؟ حواستون باشه آقا پروتئین همه اون داستان، آقا آمینو اسید توشونه دیگه، بخش آمینی همه اون اونا میتونی براش اون بنده خدا هاش هم دلم براش میتونه هاش تکی بنده خدا متصل شه، همه اون ساختار آمینو اسید همه دارن دیگه. پس آقا تو ساختارشون نیتروژن میبینید پیوند، چون پروتئین پیوند پپتیدی فلان همه رو داره. اما توالیا علیرضا به اینور دیگه با اونور کاری نداری، بریم اینجا توالی ها که اینجا داشتیم، توالی های از دی ان ای که ساختار دئوکسیریبونوکلیک اسیدش. آقا اسمشون برای یوکاریوتا چه توالیایی میدیدی؟ راه انداز میدیدی یا توالی افزاینده؟ تو پروکاریوتا باز راه اندازو میدیدی یا، اما جدا از اون اپراتور هم دیدی جایگاه اتصالی برای اینجا دیگه جا داشتن مش، جایگاه اتصال پروتئین فعال کننده هم داشتی. بیا ببین جنسشون دئوکسیریبونوکلیک اسید، دئوکسیریبونوکلیک اسید تو جنس با هم مشترک درنش، اینجا بچا براتون نوشتم دیگه اینجا ناکن جفتشون قند دئوکسیریبوز و بازتی میتونی توشون ببینی، اما قند ریبوز و بازیور قطعا تو جفتشون نمیتونی ببینی، یعنی تو این با هم مشترک. اما اینجا نوع دی ان ایش برای بچه راه انداز و توالی افزاینده ای که تو یاخته یوکاریوتیه خطیه. ببین برای توالی افزاینده که حکم قطعیه، میگه بخش دی ان ای خطیه، اما راه اندازو نمیتونم بکنم چون راه انداز تو اینا میتونم ببینم. اینجا من راه اندازو میبینم که بخش دی ان ای حلقوی، ولی اپراتور و جایگاه اتصال برای پروتئین فعال کننده که حکم قطعیه دیگه، میگه بخش دی ان ای حلقوی. آقا چه مولکولی بهشون متصل میشه؟ اینجا براتون نوشتم. اگه ببین اینجا چون ما دو تا توالی داشتیم دیگه برای داستان تنظیم بیان ژنمون، راه انداز و توالی افزاینده. برای یافت یوکاریوتی راه انداز هم گروهی از عوامل رونویسی بهش متصل میشد،
هم اینا هم پروتئینن. چون بچه آرنه صحبتون به اونجا بهتون گفتم دیگه داستان پروتئین میاد میچسبونه فلان، اینم حواستون باشه آرنه پلیمرز هم میره میچسبونه. فقط اینجا نکتهش مهمه، این راه انداز انواعی از آرنه پلیمرز بهتون گفتم بچه دیگه، ما تو یاخته یوکرت تو هستشون انواع داریم، میتونه اون یک باشه اومده مثلا متصل شده، میتونه نه این راه اندازه برای یک ژن بتونم گفتم دیگه بچه تو یوکاریوت حکم دادم قطعی دیگه به ازای هر ژن یه دونه راه اندازه داری، اما تو پروکاریوت دیدی یا یه راه اندازه مشترک بود مثلا برای سه تاش. حالا میخوام اینو بهتون بگم، یک دو سه میتونه مثلا اون ژن رمز کننده آر ان ای باشه، نه راه اندازش کی میاد بچه آر ان پروتئین یک، آقا رمز کننده برای پروتئین آر ان پروتئین دو میاد و دیگه خودتون میدونید. پس بچه اونی که میاد متصل میشه برای راه اندازه یوکاریوتی، اولا گروهی از آمار اونسی بهش متصل میشه و بعد از اتصال اون آرانه پلیمرز میاد بهش متصل میشه که میتونه یک باشه، میتونه دو باشه، میتونه سه باشه، به تعالی افسرنده که گروهی از اول اونسی بهش متصل میشه که در مجموع همه اینا که متصل میشن پروتئینی ان جنسشون. اما در پروکاریوت ها به اپراتور مهار کننده متصل میشه، به جایگاه اتصالی فعال کننده که خود فعال کننده متصل میشه و راه اندازش که این پایین برات نوشتم میبینی علیرضا اینجا رو بچه‌ها میبینن، به راه اندازه بچه آرانه پلیمرز پروکاریوتی وصل میشه. وقتی توی تستی اینجوری وقتی توی تستی بچه به برمیگرده به من میگه راه اندازی که تنها یک نوع آرنی پلیمرز میتواند به اون متصل، من قد ببین اینجوری بهت بگه آرنی پلیمرز در دی ان ای مثلا در دی ان ای جانداری، اینجوری بهت میگه در دی ان ای جانداری مثلا راه اندازها کلی هم میگه دیگه، راه اندازها در دی ان ای ساخت در ساختار دی ان ای جانداری تنها یک نوع آرنی پلیمرز با متصل دیگه پروکاریوتی داره بهت میگه که برای همشون داره اینجوری ست میکنه. بچه محل حضورشون، آقا محل حضور این صحبتون بود توالی هاست دیگه، آقا محل حضورشون کجاست؟ برای یوکاریوت در هسته است، این توالی افزاینده و این راه اندازی که داریم اینجا صحبت میکنیم در هسته است، ولی هر راه انداز در یافته یوکاریوت در هسته نیست. این وری بهت نگه اینو موضوع جمله دو سمتی داره، ما راه اندازی هم میبینیم که در دی ان ای خدمت شما عرض داد حلقوی برای میتوکنی و گلوبروسه، ولی به هیچ وجه تو اونا توالی افزاینده دیگه نداری. اینا هم چون سیتوپلاس من دیگه خیلی هم راحت و مجلسی، یکی آخری هم که اینجا بهتون بگم و دعاتون کنم دیگه، محل قرارگیری هم که اینجا بهتون گفتم، محل قرارگیریش آقا چجور، حضورش رو اینجا گفتیم، قرارگیریش آقا چجوریه، راه انداز نزدیک جایگاه آغازه، ولی بچه میتونه چپ باشه میتونه راست باشه دیگه، گفتم رونویسی میتونیم جهتش چپ به راست باشه یا راست به چپ باشه، ولی قطعا نزدیک جایگاه آغازه، ولی توالی افزاینده ممکنه بحث به این ممکنه دور این خط بکشم، ممکنه نزدیک یا ممکنه دورتر از جایگاه آغاز باشه. اما تو پروکاریوت ها راه اندازه که به هم مثل همون سیستم و هم دیگه براتون نمیشه بچا، راه اندازه پروکاریوت اونم همینه، نزدیک جایگاه آغاز که اونم بهتون بازم تاکید میکنم دیگه، اون اصلا فرق نمیکنه دیگه، آقا رونویسیمون یه جهته است فرق نمیکنه یخت پروکاریوت یو کالج، ولی اون حکمت قطعیه نزدیک جایگاه آغاز. برای اپراتور و این جایگاه اتصالی که براتون نوشتم این طبق شی اصلا شکلی بمونه تو ذهنت خیلی بهتره. اپراتور بچا دیدید بین راه انداز و اون ژن است، اون ژنی هم که جایگاه آغاز رونویسی توش اون ژن یک که توش یک بتون نشون، برای جایگاه اتصال قبل از راه اندازمونه، یعنی اینجا دیگه راه اینجوری بگم اینجا تو این حالت راه اندازه بین جایگاه اتصال پروتئین فعال کننده و اون ژنت، ولی اونجا اپراتور بود بین راه انداز و ژنت. در پناه خدا باشید، تنظیم بیانش من کلا آقا فصل 2 تموم شد، ان شاءالله که موفق باشید. یا علی.